مجلس ناقص الخلقه و انقباضی ولایت خامنه ای از همان آغاز با جنگ گرگ ها و آشفتگی همراه است. در حالی که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به پاسدار جنایتکار محمد باقر قالیباف به خاطر ریاست مجلس آخوندی تبریک گفته است، یک رسانه حکومتی در این باره می نویسد اینکه رئیسی و قالیباف رقبای شکست خورده روحانی در انتخابات به ریاست دو قوه دیگر رسیدند تا تنه به تنه او بزنند برای بسیاری معنادار است. در همین حال یک مهره حکومتی از اختلاس نجومی یکی از اعضای هیئت رئیسه جدید مجلس رژیم خبر داد و نوشت یک عضو هیئت رئیسه کنونی مجلس با تخفیف 170 میلیونی در زمانی که دلار 1000 تومان بود ملک نجومی گرفته است. از سوی دیگر تلویزیون شبکه یک رژیم روی بی‌صبری در تعیین تکلیف هیئت رئیسه مجلس آخوندی انگوش گذاشت و گفت البته مجلس 11 ها ظاهراً تصمیم دارند با سرعت بالا اقدامات مجلسی خودشون رو به پیش ببرند. حداقل عملکرد اونها در روز اول مجلس که این رو دارند. چرا که برای انتخابات رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی حاضر نشدند تا جلسه بعدی که به شکل معمول باید یک شنبه آینده برگزار میشد صبر کنند. با قیام خودشون رأی به برگزاری یک جلسه ویژه در روز پنج شنبه دادند تا تکلیف صدرنشینان مجلس رو هم به سرعت معلوم کنند. پاسدار قالیباف در حلقه جانیان، سرکوب، کشتار و لوله کردن دانشجویان. اونجا بنده موافق این بودم که اجازه بدیم دفتر تحکیم وحدت که به هر حال میخواد برای 18 تیر مراسم بگیره، بگیره این مراسم رو. من خاطرم از جناب علی اونجا اشاره به این میکردیم که بابا دنبال دردسری ول کن، چه مجوزی میخوام بهش بدم. حالا به هر حال اینا این کار انجام نشه. بنده اونجا اصرار داشتم که ما اجازه بدیم دانشجو حرفش رو بزنه. ببینید آقای دکتر قالیباف، اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. حرف برای گفتن ما خیلی داریم، این سینه پر است از مسائل فراوان. پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضیا در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر اون من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی. آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود، شما که در دبیرخانه هر وقت می آمدی می گفتی بذارید من این دانشجوها را ظرف 2 ساعت لوله می کنم. شما اگر ما جلوی شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه های ما الان پر لوله بود. تو اون جلسه آقای عزیز جعفری شاهده، اون موقع فرمانده نیروی انتظامی بودن، بنده هم فرمانده ناجا بودن، تو همین وزارت کشور جلسه گذاشتیم، کوی دانشگاه رو با آتش کشیده بودن، هیچ کیم تو کوی دانشگاه، همه ریخته بودن که سمرا نمیدن، خیابون امیرآباد شمالی هم بسته بود، با حادثه هم توی ترشت اتفاق افته بود، حتی یادتونه دیگه بخش از دوستان، حتی یادشون اون زمان آقای فرجیدانی هم رئیس دانشگاه بود. خب من تو جلسه نشستم، نمیخوام اسم ببرم، افرادی که تو جلسه شورای امنیت کشور، نه شورای امنیت ملی، تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم، حرفای بسیار تندی زدم، نمیخوام اینجا بزنم، در شأن جلسه نیست، یعنی اونجا من اصلا شأن جلسه رعایت نکردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف اونها فرمانده ناجا محکم میشتم لولش میکنم و جمعش میکنم، محکم میشتم لولش میکنم و جمعش میکنم.